به نام خدای ایران و به نام ملت ایران و با درود به جانبازان و جانباختگان دلاور ارتش ایران در سوم شهریور 1320 برنامه در گذرگاه تاریخ رو می آغازم. 69 سال پیش در بامداد روز سوم شهریور در 1320 دو کشور متجاوز انگلیس و روس از شمال و جنوب میهن بیدفاع ما رو زیر پوتین و چکمه سربازان متجاوز خودشون قرار دادن. چرا شهریور 20 درست شد؟ چه حوادثی رخ داد؟ چه بهانه هایی به دست این دو کشور همیشه استعمارگر یا به نام کارگر پلورتاریا و یا به نام امپراتوری و آزادی به این کشورهای کوچک و ناتوان خاورمیانه تاختند و سرمایه و شرف و حیثیت اونها رو لگدمال کردند. از هنگامی که هیتلر به روسیه تاخت، یعنی از 20 تیر ماه 1320، این فکر تجاوز به ایران در مغز چرچیل ریشه گرفت. اما خب حمله بدون مقدمه و حمله بدون بهانه به یک کشور کوچک بی‌طرف در زمانی که جنگ بزرگی میان آلمان و ایتالیا و اون تا اون موقع ژاپن گویا نیامده بود، یا به هر حال جزء متحدین آلمان و ایتالیا و ژاپن از یک طرف و انگلیس و روس و آمریکا از سوی دیگر درگیر شده بودند، این حمله به یک کشور کوچک برگ برنده‌ای میداد به دست طرف مقابل. یعنی اگر انگلیس ها و روس ها به ایران میتاختند، آلمان ها میتونستن سود فراوان ببرن که آقا ببینید اینایی که به ما میگن چرا به کشورهای کوچک اروپا حمله کردید، خودشون به یک کشور بی‌طرف هم حمله کردن. بنابراین دنبال یک بهانه ای میگشتن که بتونن به دستاویز اون بهانه به ایران بتازن. خب چه بهانه ای بهتر از وجود چند کارشناس آلمانی در ایران، در کارخانه های ایران؟ اما خب یک باره که نمیشد که این کار رو کرد، باید از یه جایی شروع میکردن. من در این برنامه که مطمئنم در امروز پایان نخواهد گرفت و به هفته آینده هم خواهد افتاد، بررسی دقیقی در این زمینه به پیشگاه شما بینندگان ارائه میدم و برگه های زیادی رو عیناً براتون میخوانم که ببینید در پس پرده این دو کشور همیشه ضربه هایی به ایران زدن، به ویژه انگلستان. برای اینکه این کار رو آغاز کنند، ناگهان روزنامه های انگلیسی شروع کردند به نوشتن خبرهایی در زمینه بیماری جسمی رضا شاه. از جمله روزنامه گاردین عیناً چنین نوشت. نوشت طبق اطلاع چندیس اعلی حضرت همایون بر اثر کارهای زیاد احساس خستگی می کنند. حالا اصلا هیچ مسئله ای نبود. او، یعنی رضا شاه، فرمان روای واقعی و فعال کشور ایران بوده، یعنی در قالب این لغات خواستن بگن دیکتاتور بوده و افتاری های این دوران پرحادثه مسئولیت وی را بسیار سنگین کرده است و از این که احساس ناراحتی می کنند نباید تعجب کرد. حالا ببینید چه موزیانه پله پله میخوان بیان جلو. و اگر بیماری اعلی حضرت به درجه ای باشد که نتواند در کشور عملا حکومت کند، این پیش آمد از هر حیث از نظر شرکت نفت انگلیس و ایران تأسف آور خواهد بود. شما ببینید در این چند خط چقدر زیرکی و ریاکاری و موزیگری به کار برده شده. اولا گفتن رضا شاه فعال مایشاه، یعنی دیکتاتوره. بعد گفتن این کارا رو همه رو چون قبول کرده ایشون رو مریض کرده، از اون که اصلا احساس مریضی نمیکرد شاه، و از اینکه ایشون احساس ناراحتی میکنن که اصلا رضا شاه هم چه احساس نمیکرده نباید تعجب کرد. و اگر بیماری
اعلی حضرت به درجه ای باشد که نتواند عملا حکومت کند، که میخوان بگن شاه حکومت داره میکنه نه پادشاهی، این پیش آمد از هر حیث از نظر شرکت نفت انگلیس و ایران تأسف آور خواهد بود. یعنی ایشونه که شرکت نفت انگلیس و ایران رو نگه داشته. خب این نوشته که ظاهرا بسیار مؤدبانه و از طریق دلسوزی بوده، اثر ناخوشایندی در روح رضا شاه. اما مردم ایران که نه روزنامه میخوندن زیاد و به خصوص نه روزنامه های بیگانه رو میخوندن، اثری در اونا نکرد و آرام و آسوده سرگرم کار خودشون بودن. خب حالا میایم اندکی به عقب میریم، یه 4-5 سال واپس میریم در ببینیم در ایران چه خبره. در سال 1307 آدمی به نام عبدالرحمن سیف الاسلام که خود سیف آزاد مینامید، نشریه ای رو به دو زبان آلمانی و فارسی در آلمان چاپ کرد به نام صنایع آلمان و خاورزمین. و این نشریه رو که بسیار زیبا چاپ میشد و من پدرم چون خریده بود اینها رو نگه میداشت، بعدا در آرشیو کارهای پدرم دیدم، چاپ بسیار عالی چون در آلمان چاپ میشد و کاغذ بسیار خوب، در اونجا راجع به صنایع آلمان و کشورهای خاورمیانه صحبت میکرد و رفته رفته داشت جای پای کارخانه های صنعتی آلمان رو در ایران باز میکرد و این کارخانه ها رو به ایرانی ها میشناسان و از آلمان این نشریه به ایران میومد. کم کم مناسبات سیف آزاد با مقامات بخش خصوصی کارخانه های آلمان نزدیک و نزدیکتر شد و با قدرت یافتن حزب ناسیونال سوسیالیست هیتلر در سال 1311 سیف آزاد همین نشریه ایران باستان به نام ایران باستان در ایران چاپ کرد در 12 صفحه و در اونجا تمام صنایع بزرگ آلمان رو معرفی میکرد. این نشریه در سال نخست انتشار خودش تصویر بزرگ رضا شاه رو چاپ کرده بود و برای او یه وجه تشابهی میان رضا شاه و پادشاهان باستانی ایران برشمرده بود. بعدم در یکی 2-3 ماه بعد عکس بزرگی از رضا شاه و هیتلر رو چاپ کرد در کنار هم و اونها رو پهلوانان اسطوره‌ای و ابرمردان خواند. این رو داشته باشید. از طرف دیگه نفرت ایرانی ها از انگلیسی ها و روس ها که نتیجه عقده های گرانبار شکست های پی در پی بود که این دو دولت بر ایران وارد کرده بودند و قراردادهای توهین آمیزی رو به ایران رو مجبور کرده بودند که ایران امضا کنه که حالا من یکایکش اینا رو بعد میگم. انگلیس ها با این یورش همه جانبه و با آگاهی از این مسائل آمدند رضا شاه رو زیر فشار گذاشتند که آقا مجله ایران باستان رو توقیف کن. حالا ببینید دخالت در امور داخلی یک کشور تا کجاست که یک مجله آلمانی که در ایران داره چاپ میشه، نه توپ نه تانک نه مسلسل نه هیچ، یه مجله است داره چاپ میشه. حالا ما به قصد ناشرش کاری نداریم اینا، ولی از نظر جنگی این هیچ خطری نداره. به رضا شاه گفتن ایشون رو مجلش رو توقیف کن، اما رضا شاه گوش نکرد. به مدت 3 سال این نشریه آمد و به کار خودش ادامه داد و در پیشانی اون سرلوحه مجله یا به اصطلاح لوگوی اون آرم صلیب شکسته هم بود، یعنی همونی که به غلط میگن ضد یهود، اون صلیب شکسته است که اون داستان مفصلی است که از میترائیسم رسیده، اینم اونجا بود. از طرف دیگه سپردن کارهای بانک ملی به کارشناسان آلمانی، فعالیت مدرسه خوشنام به اصطلاح مدرسه صنعتی که بسیار خوشنام بود در میان مردم تهران، ساختن مهمانخانه های بزرگ سلطنتی در مازندران، حضور شرکت های هواپیمایی و کشتیرانی یونکرس و لوفتانزا در تهران، روز به روز انگلیس ها رو خشمگین تر میکرد. میگفتن
فقط ما باید بخوریم از کشورهای خاورمیانه، فقط ما باید استعمارگر باشیم و ثمره کشورهای بدبخت رو بگیم. از اینکه یه آدم دیگه پیدا شده و اصلا شاید نمیخوره یا کمتر میخوره و بیشتر سود میده عصبی بودن. این خشم و ناراحتی ادامه پیدا کرد تا روز نهم شهریور که جنگ دوم جهانی، نهم شهریور 1318 جنگ جهانی آغاز شد و در یکم تیر ماه 1320، همونطور که گفتم در یکم تیر ماه 1320 با حمله هیتلر شوروی بود و گسترش تازه پیدا کرد. به محض اینکه آلمان به روسیه تاخت، ایران اعلام بیطرفی کرد و اونطور که لارنس پول الول ساتن پژوهشگر انگلیسی می‌نویسه، من اینا رو عیناً نوشته های خودشون براتون می‌خونم، پژوهشگر انگلیسی می‌نویسه، می‌نویسه در اوایل سال 1940 یعنی اواخر سال 1319 رزمناوهای روسی در دریای خزر در کرانه های کشور خودشون در این دریا تمرین پیاده کردن نیرو میکردن. حالا 8 ماه مونده به سوم شهریور ولی آقایون مشغولن و نشان میداد که دارن آماده میشوند تا ایران را قربانی کنه. از طرف دیگه 5 کشتی آلبانی و ایتالیایی که آمده بودند در بندر خرمشهر و کالاهای خودشون رو پیاده کرده بودند، به محض اینکه جنگ آغاز میشه، برای اینکه اگر برمیگشتن به آلمان یا ایتالیا ممکن بود در درازای راه اینها رو بهشون حمله کنن، اینها کالاهاشون رو که داشتن پیاده میکردن و جنگ آغاز شد به ایران پناهنده شدن. یعنی 5 کشتی، یعنی 3 تا آلمانی 2 تا ایتالیایی هم به ایران پناهنده شد و در اینجا ماندن و بر نگشتن. در آغاز 1319 گزارش های مشکوکی هم از حمل و نقل زرهی و مکانیزه ارتش سرخ در مرز خراسان به رضا شاه داده شد و مقامات اطلاعاتی انگلیس هم این رو میدونستن، منتها اون موقع هنوز روسیه با آلمان در حال جنگ نبود. روزنامه های اروپا خبر دادند که ایران ستون های ارتش خودش رو هم آورده در همین مرزها، یعنی در مرز خراسان و دریای خزر آماده باش داده. یعنی از دیدگاه دولت ایران هم روشن بود که اینا یه همچین مقدماتی رو دارن جور میکنن. در همین موقع خانم لمپتون که ظاهرا وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران و در حقیقت عضو برجسته اینتلیجنس سرویس سازمان اطلاعاتی انگلیس بود، طبق یه یاد برای وزارت خارجه انگلیس چنین می نویسه، چون اون موقع میس لمپتون در ایران بود، می نویسه دلسوزی برای کمونیسم، چون اون موقع گفتم هنوز روسا با آلمان ها نجنگیده بودن، دلسوزی برای کمونیسم در میان روشن فکران که با احساس طرفداری از آلمان همراه است تقریبا تمام قشرهای جامعه ایرانی را فرا گرفته و بیش از 75% ایرانی ها هوادار آلمان هستند. این رو عامل اطلاعاتی انگلستان گزارش داد. این خانم میس لمپتون رو من یه خورده بیشتر معرفی کنم، ایشون اصلا از طرف سازمان اطلاعاتی انگلیس مأمور ایران شد و بعد مدتی رفت برگشت، یعنی بعد از اینکه جنگ خوابید خدمات ایشون یا مسئولیت های ایشون کم شد رفتن، دوباره زمان ملی شدن نفت برگشت به ایران به عنوان مهم انگلیسی به اصطلاح سازمان فرهنگی انگلیس در ایران که انگلیسی مثلا به بچه ها درس میده، ولی پنهانی میرفته به اشایر جنوب زمان حکومت دکتر مصدق سری پیدا میکرده که بخواد از اونجا ناآرامی ها رو آغاز کنه. به محض اطلاع مصدق این رو اخراج کرد از ایران و رفت و بعد از 28 مرداد دوباره برگشت ایران. حالا این خانم به استاد فارسی دانشگاه کمبریج هم بود و البته دکترای فارسی داشت و دو کتاب هم
در زمینه زبان فارسی و دستور زبان فارسی نوشته که من دارم و خالی از لغزش هم نیست. اشتباه توش زیاده به دلیلی که خب ایرانی نبوده، فارسی زبان نبوده، خیال میکرده که با این همه تا اون جایی که یه انگلیسی داره اینو می‌نویسه خیلی خوب نوشته، ولی اشکالات زیادی هم داره. خانم لمپتون یه همچین اطلاعاتی رو فرستاد، ولی معمولا دولت ها فقط به گزارش جاسوساشون گوش نمیدن، به گزارش سفیرانشون هم گوش میدن. سر ریدر بولارد سفیر انگلیس در ایران هم پس از حمله آلمان به روسیه گزارشی رو به وزارت خارجه انگلیسان میفرسته. ایشون عیناً در گزارشش چنین مینویسه: در ایران جو بسیار مساعدی نسبت به آلمان نازی وجود دارد و مردم برنامه‌های فارسی رادیوی آلمان و ایتالیا را با رغبت زیاد می‌شنوند و ایرانی‌ها در میدان‌های مرکزی شهر که بلندگوهایی از طرف دولت ایران نصب شده است با شنیدن صدای گویندگان رادیو برلین به زبان فارسی با شور و هیجان اخبار پیروزی‌های آلمان را برای یکدیگر باز می‌گویند. خب روشن بود که بعد از روز یکم تیر ماه 1320 آلمان به روسیه تاخت، با نگرش به اون چه گفتم دیگه تصمیم گرفته شد که در مورد ایران اقدامات فوری انجام بدن. البته در اسفند 1319 فکر اشغال ایران از طرف انگلیس ها اندک 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 جنبه جدی به خودش گرفت. یکی دو سفر چرچیل به نقاط مختلف جهان کرد، در اونجا با سفیران روسیه و سپس با استالین و بعد با خود آقای روزولت رئیس جمهور آمریکا دیدارهایی شد و در همین حیث و بیس در عراق شورشی شد و یک ناسیونالیست عراقی به نام رشید عالی گیلانی حکومت رو دست گرفت و عبدالاله که نایب السلطنه ملک فیصل بود فرار کرد و از بندر بصره رفت داخل یک کشتی انگلیسی پناهنده شد. یعنی نایب السلطنه یک کشور به اصطلاح مستقل رفت پناهنده شد به دولت انگلیس. دولت انگلیس در عراق نیرو پیاده کرد، جلو رفت، رشید عالی گیلانی فرار کرد، آمد تهران، یه 10-15 روز در تهران بود، بعد رفت پناهنده شد به دولت عربستان و در اونجا موند و گویا درگذشت در اونجا. به هر حال انگلستان عراق رو اشغال کرد، یعنی مقدمات کار رو برای حمله به ایران آرام آرام داشتن فراهم میکرد. حمله آلمان به روسیه با وجود مهندسان غیر نظامی، ببینید من تاکید میکنم تمام مهندسان آلمانی که در ایران بودن غیر نظامی بودن، گرایش سخت ایرانی ها به سوی آلمانی ها، حافظه تاریخی ملت ایران که با قراردادهای پاریس، ترکمانچای، گلستان و جدا شدن افغانستان و و و اینها که هیچ نقطه روشنی در روابط میان روس و ایران یا انگلیس و ایران نبود، ایرانی ها رو به طرف آلمانی ها گرایش داده بود. با همه این حرفا دولت ایران دوباره در پنجم تیر ماه برای بار دوم بعد از تاختن روس ها به آلمان ها به روسیه یک بار دیگر بی‌طرفی خودشو اعلام کرد. اما اعلام های مجدد بی‌طرفی، قول های مؤکد ایرانی ها و رضا شاه به روس و انگلیس کوچکترین تأثیری در تغییر موقعیت حساس ایران و نظر انگلیس ها نکرد، زیرا اینها کار دیگری میخواستن بکنن. اینها مسئله کارشناسان آلمانی براشون مهم نبود، اینا میخواستن که از طریق خلیج فارس کالاها، ببخشید، جنگ افزارها، تانک ها، زره پوش ها و مهمات خودشون رو بیارن ببرن به جنوب قفقاز، یعنی با انگلیس ها با سلاح امریکایی و جوان سرباز روسی میخواستن آلمان ها رو از پای در بیارن، کاری که همیشه میکنن که دوتا دیگر میبرن جلو که اونا بزنن طرف رو ضعیف کنن. اینجا هم چون مسئله اشغال ایران برای رسوندن سلاح بود، حالا اگر صدها بار سوگندم ایرانی یا
دولت ایران یا شخص رضا شاه میخورد که اینجا این آلمانی ها کاره ای نیستن، اونا خیالشون چیز دیگری بود. اونا مثل استدلال گرگ در برابر بره بود که داستانشو میدونید، یه گرگی از یک نهری آب میخورد، یه بره 20 متر پایینتر از اون، اونم داشت لیس میزد آب میخورد، ناگهان گرگ بره رو دید و حمله کرد، بهش گفت تو باید کشته شی برای اینکه آبی رو که من میخورم گلالود کرد. گفت آقا جان من اولا پایین تو دارم آب میخورم، اگرم گل بشه که آب گل میره اون ور شما باله، از این گذشته من با این زبون کوچیکم که دو تا لیس میزنم که آب گلالود نمیشه. گفت آقا تو داری گستاخی هم میکنی، حمله کرد خوردش. عین این استدلال، استدلال روس و انگلیس بود. اصلا مسئله، حالا من توضیح خواهم داد که اصولا کارشناسان آلمانی در ایران مگه چند نفر بودن؟ تازه نیمی از اونها زن و بچه بودن، بسیاری از اونها هم رضا شاه گفته بود رفته بودن، برخی از اونها باید تحویل میدادن کارهاشونو تا بعد بتونن برن. هیچ کدوم اینها برد گوش نمیدادن انگلیسا، چون انگلیسا به برنامه خودشون میسنجیدن. روس ها در حمله به ایران دو دل بودن و معتقد بودن که در دو جبهه ما نمیخوایم بجنگیم. انگلیس بهش گفت آقا ناراحت نشو، اصلا این چنین کارایی نیست، من به تو قول میدم که در ظرف دو روز یا حد اکثر در عرض دو هفته دولت ایران رو از پای در میاری. با این حال روس ها مردد بودند و سرانجام با پافشاری انگلیس ها قانع شدند و به این کار رضایت دادند و قرار شد که بهانه وجود کارشناسان آلمانی رو در کارخانه ها طی یک نامه دیگری با زبان دیپلماسی ولی بسیار تند برای ایران بفرستند. رضا شاه به ناچار مجله ایران باستان رو هم توقیف کرد. برای اینکه بدونین که تا چه پایه این بهانه انگلیس و روس در حمله به ایران به علت وجود کارشناسان آلمانی بچگانه است، من گزارش آقای دریفوس وزیر مختار امریکا در ایران رو که به وزارت خارجه خودش نوشته بود براتون میخونم. دریفوس در نامه‌ای که روز 4 جون 1941 یعنی 15 خرداد 1320، یعنی در حقیقت دو ماه و نیم، بله تقریبا دو ماه و نیم قبل از حمله به ایران، برای وزارت خارجه امریکا نوشته، چنین می نویسه این سفارت و سفارتخانه انگلیس، خوب دقت کنید، این سفارت و سفارتخانه انگلیس هیچ کدام نتوانستیم اطلاعیه موثقی راجع به تشکیلات ستون پنجم جاسوسی آلمان در ایران به دست بیاریم. واسه اینا جاسوس نیستن. بعد وزارت خارجه آمریکا ازش توضیح میخواد. ایشون در دومین نامه آقای دریفوس وزیر مختار آمریکا در ایران، دومین نامش اینه، میگه نه این سفارتخانه، نه افسر اطلاعات اینتلیجنس سرویس سفارت انگلیس اطلاعاتی درباره وجود نوعی ستاد کل نظامی در سفارت آلمان به دست نیاوردیم و نخست وزیری ایران هم معتقد است که چنین چیزی وجود ندارد و سفیر ترکیه و ناظران سیاسی مطلع نیز معتقدند که درباره قدرت و وسعت ستون پنجم آلمان در ایران اغراق و مبالغه شده. یه نکته ای هم هست، میگه سفیر ترکیه معتقده، معلوم میشه سفیر ترکیه هم عامل انگلیس و آمریکا بوده که گزارش اون هم موثر بوده. برای با همه این حرفا و با تمام نظریه کارشناسا، با توجه به این نامه های سفارت، با توجه به سخنان الول ساتن، با توجه به نوشته آقای دریفوس، در تمام اینها که نشون میده هیچ شبکه جاسوسی در ایران نبوده، انگلیس ها سرانجام روس ها رو راضی کردند و موافقت فرانکلین دلانو روزولت رئیس جمهور آمریکا رو هم به دست آوردن که به ایران حمله کنن، یعنی موافقت روزولت رو هم گرفتن. البته روزولت، حالا میگم، نیروهای آمریکا در آغاز حمله نکرد. در اینجا بود که سر ریدر بولارد برنامه از پیش نوشته شده رو به دستور وزارت خارجه آغاز کرد و
و اعلام کرد که ایران مهمترین جا برای عملیات جاسوسی ستون پنجم آلمان است، چون در اینجا به توریست احتیاجی نیست، بهترین پوشش برای جاسوسان آلمانی است. و روزنامه های روس و انگلیس داستان های مسخره ای رو در زمینه وقوع کودتا وسیله جاسوسان آلمانی در ایران پروردند و قصه های زیادی ساختند و افسانه هایی پرداختند و چاپ کرد. در حالی که طبق گزارشی که رسیده بود بر اینا، کل افراد آلمانی در ایران به 1000 تن هم نمی رسید و از این 1000 کمتر از 1000 تن نیمی از اون زن و بچه بودند و هیچ خطری رو برای متفقین نداشت. فقط و فقط همونطور که گفتم، انگلیس ها میخواستن با مهمات آمریکا و جان روس ها هیتلر رو از پای در بیارن. دوست عجمند آقای مهندس شهرتی، آگهی اگر هست لطف کنید بفرستید و ببینیم چجوری با این مقدمات به ایران تاخته شد. تمام این مقدمات درست شد که به ایران بتازن. جزئیات نقشه را کشیدن، گفتگوها انجام شد، سفیران روس و انگلیس مقدمات رو آماده کردند و به دنبال یادداشت دومی که برای ایران فرستاده بودند، در پشت مرزهای شمال و باختر ایران و در دره خلیج فارس کشتی‌های انگلیسی آماده شد. دولت ایران وقتی دومین یادداشت بهش رسید، با زبان دیپلماسی ولی خشن بود، پذیرفت، قبول کرد، زمان گذاشت که برای یک مدت، فرض کنید یک ماهه، این تهمانده کارشناسان غیر نظامی آلمان رو هم از ایران بیرون کنه. یعنی همه چی رو پذیرفت، ولی گفتم مسئله همون گرگ و بره بود، دلیل نمیخواستن اینا برنامهشون چیز دیگری بود. خلاصه مهمات و اینا رو آماده کرده بودن برای اینکه به محض اینکه دولت ایران از پای در آمد کار انجام بشه. دو کار انگلیس ها در اینجا میخواستن نشان بدن. یکی همونطور که گفتم دادن مهمات و تانک و توپ و سلاح به روس ها، رسوندن به روس ها، و دوم گوشمالی رضا شاه که سر از فرمان اونها پیچیده بود. چون اونا فکر میکردن اگر رضا شاه رو بگمارند میشه آدمی مثل احمد شاه و غیره، ولی چون ایشون آمد و این کار رو نکرد، انگلیس ها خواستن گوشمالیش بدن و 50-60 کارشناس غیر نظامی رو بهانه کردن. ساعت 4 بامداد روز دوشنبه 3 شهریور 1320 دو اتومبیل همزمان با یکدیگر از دو سفارت انگلیس و روس که در همسایگی یکدیگر هم قرار دارند، که همه هممیهنان تهرانی میدونند که در خیابان چرچیل شمالش سفارت روسه، جنوبش سفارت انگلیس، دو اتومبیل که هم در همسایگی این دو سفارت هم قرار داشتن آمدن بیرون و به سوی خانه آقای علی منصور روان شد. هر دو اتومبیل در ساعت 4:15 دقیقه به خانه علی منصور رسیدن و دو سفیر از اون پیاده شدند. بعد از یک دقیقه گفتگو در بیرون اتومبیل ها و نرسیده به خانه نخست وزیر، زنگ در خانه نخست وزیر رو به صدا در آوردن. اسمیرنوف سفیر روس و سر ریدر بولارد سفیر انگلیس. خب اینن من خبر روزنامه اطلاعات رو براتون میخونم. روزنامه اطلاعات درباره این رویداد مینویسه ساعت 4 بامداد دوشنبه 3 شهریور زنگ خانه نخست وزیر چند بار به صدا در آمد و پس از گشوده شدن در، دو تن که لباس رسمی پوشیده بودند به یاری راننده خود به مستخدم گفتند که ما سفیران روس و انگلیس هستیم و با آقای علی منصور نخست وزیر کار داریم. خب مستخدم منصور رو که خواب بوده بیدار میکنه و موضوع رو بهش میگه و دست منصور میگه راهنماییشون کنید به اتاق پذیرایی و اونها میشینن
وقتی که علی منصور وارد اتاق میشه، اینها بهش خبر میدن که نیروهای انگلیس از شمال و باختر و جنوب و روس، انگلیس و روس از شمال و باختر و جنوب به کشور حمله کرد. منصور لحظه مات و متعیر گوش میده و دورنمای این کار رو از نظر میگذرونه که این چه معنی میده که الان دو کشور به ایران حمله کردن، بعد چه خواهد شد. به اینها میگه شما وجود چند کارشناس آلمانی رو که هیچ گونه آگاهی های نظامی ندارن و فقط دارن مدارس صنعتی ما رو و کارخانه ها و مهمانخانه های ما رو اداره میکنن، بهانه قرار دادید و به یک کشور بی‌طرف که وجودش هیچ خطری برای شما نداره با این بهانه حمله کردید. اینا میگن ما تا اینجا قدرت دستمون بوده، از این به بعد تصمیم گیرنده نیروهای نظامی هستن. یک دلیل بسیار بسیار مسخره، برای اینکه نیروهای نظامی همیشه تابع دیپلمات‌ها هستن، سفیران هستن که گزارش میدن و دولت‌ها تصمیم میگیرن و نیروهای نظامی رو به کار میذارن. بنابراین ما تقصیری نداریم و ما کاری نیستیم و اختیار دست نیروهای نظامی افتاده، یک سخن پوچ بود. این بود که منصور بیدرنگ گوشی تلفن رو برمی‌داره و به دربار زنگ میزنه. حالا ساعت چنده؟ ساعت 4:30. رضا شاه اون موقع بیدار بوده و منصور اجازه شرفیابی میخواد که بره گزارش کار رو بده و بیدرنگ بهش اجازه داده میشه. منصور جواد عامری کفیر وزارت خارجه رو بر میداره و دوتایی میرن نزد رضا شاه. شاه وقتی که این سخن رو میشنوه غرق در حیرت میشه و اونطوری که در برگه های تاریخی تاریخ نویسان آمده میگه این قاعده کجاست که یک کشور بیطرف را بی جهت غافل گیر کنن و به آن شبیخون بزنن؟ مقصودشان چیست؟ چه میخواهند؟ آنچرا که میخواهند که کردی و آنچرا که باز هم میخواهند بگویند تا اقدام شود. دیگر چرا حمله میکنند؟ آن هم به کشوری که فرسنگ ها از جبهه دور است. از همون موقع تلفن های سعدآباد شروع میکنه به زنگ زدن و یک لحظه قطع نمیشه و هر دقیقه از شمال و جنوب ایران خبرهایی میرسه برای شاه. چند دقیقه بعد خبر رسید که سرتیپ بایندر فرمانده نیروی دریایی جنوب کشته میشه، که حالا داستان کشته شدن اون هم جالبه براتون میگم. و نیروهای هندی و انگلیسی در بندر خرمشهر پیاده شده. لحظه بعد خبر بمباران اهواز و خبرها و خبرها و خبرهای ناگوار دیگر پشت سر هم به دربار میرسه. در همین لحظه آمدن این خبرهای ناخوشایند نشون میده که در حمله به آذربایجان شهرهای تبریز، اردبیل، رضاییه، خوی، اهر، میاندواب، ماکو، بناب، بندر پهلوی، مهآباد، رشت، میانه و و و در استانهای آذرآبادگان و گیلان در هم کوبیده شده و سربازخانه هایی که سربازان در خواب بودن مورد حمله قرار میگیرن و لشکرهای رضاییه، رشت، مشهد، اردبیل و گرگان متلاشی میشه. نیروهای روس در شمال و نیروهای انگلیس در جنوب که مات و مبهوت، یعنی به نظامیان ایرانی که مات و مبهوت نمیدونستن چیکار کنن چون هنوز دستوری براشون نرسیده بود، میتازند و ناجوان مردانه هم میتازند. حالا من توضیح میدم. نیروهای هندی نهایت ددمنشی رو در حمله در جنوب ایران به کار میبرند و اونطور که روزنامه ها نوشتند و بعد اخبار منتشر شد، مدتی سانسور بود خبرها و بعد این سانسور از میان رفت، به نیروهای غیر نظام، به مردم غیر نظامی هم گهگاه حمله هایی شده و به سربازان و افسرانی که نمیدونستن چیکار کنن و این ور اون ور میرفتن با سرنیزه حمله میکردن و شکم اینها رو پاره میکردن. یعنی این عقده ای بود که هندی ها از زمان نادرشاه در دل داشتن و حالا میخواستن خالی کنن. یک مورد دیگر من خدمتتون میگم. ناوبان هریسچی فرمانده یک یدکبر بود
این ناوبان بسیار شجاع و دلاور بود. به محض اینکه میبینه بمباران شروع شد، به سرعت خودشو به درون اون یدکبر میرسونه، وارد اتاق بیسیم میشه، در رو از داخل قفل میکنه و شروع میکنه به زدن بیسیم به تهران. یک افسر هندی با دو سرباز هندی اینو میبینش، به دنبالش میان، میرن به اون اتاق، میبینن اتاق قفله، با ته تفنگ و با لگد و هرچی در رو میشکنن و ناوبان هریسی رو در پشت دستگاه بیسیم با سه گلوله میکشن. یه آدم بی دفاع رو. به هر حال دریادار بایندور از آبادان میاد بره به خرمشهر. زمانی که میاد از شهر خارج بشه، سروان مکری نژاد هم از او خواهش میکنه که با ایشون بیاد بره خرمشهر و میگه بیا بالا. در وسط راه آبادان به خرمشهر یک گردان از نیروهای انگلیسی و هندی به اینا برمیخورن، به اینا رو متوقف میکنن، دستور میدن که از چیز پیاده بشن، از ماشین، و در کنار جاده هر دو تن رو میکشن، در حالی که هیچ سلاحی هم با خودشون نداشتن و فقط راننده کشته نمیشه. و بعداً راننده در گفتگویی که داشته با خبرنگارانی که رفته بودن اینا، عین این جنایت رو فاش میکنه. خب مردم ایران که اصلا منتظر چنین مسئله ای نبودن، وقتی صدا خبر بمباران شهرهای مهم ایران، خبر بمباران آبادان و خرمشهر و اون کشتی هایی که در اونجا بودن، حالا داستان کشتی ها هم براتون خواهم گفت، اینها مات و مبهوت مردم ایران مثل برق زده ها همدیگر نگاه میکردن و میپرسن چه خبر شده، چی میشه. رضا شاه با شنیدن گزارش منصور در بامداد سوم شهریور سفیران روس و انگلیس رو میخواد، یعنی بعد از اینکه منصور میره و گزارش خودش میده، بیدرنگ رضا شاه دستور میده که این دو سفیر بیان. ساعت 10 بامداد سفیران روس و انگلیس در کاخ سعدآباد به حضور رضا شاه میرسه. با اینکه معمولا گفتار شاه با سفیران کشورهای دیگر بیش از 10 دقیقه هیچ وقت به درازا نمیکشیده، اون روز به مدت یک ساعت گفتگو اینها به درازا میکشه. آمری، عرض کردم جواد آمری کفیل وزارت خارجه ایران بود، جواد آمری در این گفتگو حضور داشته. بعد در کتاب خاطرات خودش چنین می نویسه هنگامی که سفیران به تالاری که رضا شاه در آنجا منتظرشان بود رسیدند، شاه با قیافه مغیر پرسید منظورتان از این اقدام چیست؟ اگر قصد جنگ دارید که جای صحبت باقی نمی ماند، ولی اگر به راستی منظورتان اخراج آلمانی هاست، من که اطمینان داده بودم که آنها خواهند رفت. سفیران گفتند، همون مزخرفی رو که به منصور گفتن به ایشون گفتن، فعلا دیگر اختیار از دست ما خارجه، ما نماینده سیاسی هستیم، ولی اکنون اختیار در دست فرماندهان نظامی است، که گفتم یه چیز حرف بیپایه و بیخودی و بیمنطق. خلاصه شما اگر همین بینندگان ارجمند اگر به حقوق بین الملل دست داشته باشید، میبینید که سپاهیان و لشکریان تابع دیپلمات ها هستند، تابع سیاستمداران هستند، و این سفیران هستند که گزارش میدن به دولت خودشون، به وزارت خارجه خودشون، و اونها تصمیم میگیرن و بعد سپاهی انجام میده، حتی در هر آنی آتش بس داد. ریچارد استوارت، اینجا حالا باز براتون یکی دو سند میارم، بد نیست. ریچارد استوارت پژوهشگر آمریکایی با توجه به اسناد محرمانه وزارت خارجه امریکا در مورد ملاقات سفیران روس و انگلیس با رضا شاه عیناً چنین می‌نویسه: هنگامی که شاه سفیران را دید، با خشم فریاد زد این چه وضعی است؟ من که اطمینان داده بودم که اکثر آلمانی‌ها از ایران اخراج خواهند شد. امروز خبردار شدم که نیروهای شما از شمال و جنوب به کشور ما حمله کردند. 8 کشتی غیر جنگی متعلق به ایران، آلمان و ایتالیا را که با ما پناهنده شده بودند تصرف کردند. اگر منظور شما این است که آلمانی ها بسیاری از کشورهای اروپایی را بی جهت تصرف کرده و انگلیس ها و روس ها هم می خواهند همان بلا را بر سر ایران بیاورند
که کشوری کوچک و ناتواند و نمیتواند در برابر قوای دو دولت مقاومت کند، بگویید. شما چرا سخن اصلی را نمیگویید؟ اما اگر هدف اصلیتان اخراج آلمان هاست، که قبلا تدابیر لازم اتخاذ شده، دستور اخراج آنها هم داده شده و من حاضرم همان گونه که در یادداشت شما تذکر داده شده، ظرف یک هفته دیگر همه اونها رو به استثنای 17 نفر انگشت شمار از ایران بیرون کنم و اون 18 تن انگشت شمار نیز بعد از دادن پروژه های خودشون، برنامه های خودشون، اونها هم خواهند رفت. باز سری دربولال گفته ما در اینجا تصمیم گیرنده نیستیم و بعد حرف مسخره آقا زده آقای سری دربولال، گفته به شما قول میدیم که این عملیات بر ضد ملت ایران نیست. خیلی جالبه، این عملیات به هیچ وجه علیه ملت ایران نیست. رضا شاه میگوید یعنی چه؟ یعنی چه که عملیات علیه مردم ایران نیست؟ ایران ناچار است در برابر این تجاوز آشکار پایداری کند و تا پاسخ دو دولت نرسد ما هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم و باید مقاومت کنیم. عصر آن روز رضا شاه چاره‌ای نمیبینه جز اینکه هیئت دولت رو به حضور بپذیره و بعد از گفتگو با دولت تلگرافی رو برای آقای روزولت رئیس جمهور آمریکا میفرسته. در اون نامه‌ای که برای آقای روزولت میفرسته از حمله غافلگیرانه دولت روس و انگلیس به بهانه کهنه وجود اتباع آلمانی گله میکنه و قول میده که به زودی آلمانی‌ها را از ایران اخراج کنه. اما دنباله سخن نامه رضا شاه رو براتون میخونم. مینویسه آقای رئیس جمهور، در کجای جهان بدون اعلان جنگ شهرهای بی‌دفاع یک کشور بی‌طرف را زیر بمباران و حمله های هوایی و دریایی و زمینی قرار میدهند؟ و در پایان تلگراف رضا شاه از روزولت درخواست میکنه که از نفوذ خودش به عنوان دفاع از عدالت جهانی و حقوق ملت ها اقدامات فوری انجام دهد. نسخه از این تلگراف رو هم به آقای دریفوس سفیر آمریکا در ایران میده. من وقتم در اینجا تمام شد. دنباله این ماجرای بسیار دردآور رو به هفته آینده ما میگذاریم برای اینکه تاریخ لال نباشه و شما که نزدیک به 70 سال از اون تاریخ گذشته و بیش از 80%تون نبودید در اون روزها، آگاه شید که بر سر ملتتون دولت‌های نیرومند و قوی چی میارن. با سپاس از مهندس شهرتی در اتاق فرمان، با سپاس از یکایی که شما که زمانی از وقت خودتون رو به این برنامه دادید، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. بازپخش این برنامه امشب، یعنی امروز چهارشنبه ساعت 4 پس از نیم روز به وقت لس آنجلس از تلویزیون پارس خواهد بود. روز و روزگار بر شما خوش. تا درودی دیگر، بدرود و پاینده ایران.